یه بار یک آدم میلیاردر بهم گفت دهقان اگر هدفت اینه که 100 میلیارد در بیاری به احتمال زیاد اصلا به اون 100 میلیارد نمیرسی. من وقتی جوان‌تر بودم یک بار این فرصت رو پیدا کردم که با یکی از میلیاردرهای اون دوره هم صحبت بشم. طرف هم ملاک بود، هم برای خودش بیزینسمنی بود. اون موقع این سوال رو ازش پرسیدم که چطوری یک نفر میتونه یه میلیاردر مثل تو باشه. به آدم‌های جوانی مثل من اگه بخوای در این مورد یک توصیه بکنی اصلا چیه؟ چون خودم دارم کمپانیمو میسازم، تو شروع کارم هم و میخوام بدونم اگر خود شما به عقب برمیگشتی چطور یک بیزینس رو اصلا شروع میکردی. اون برگشت گفت میدونی من هیچ وقت هدفم این نبوده که میلیاردر شم یا بیام تو لیست اهدافم بنویسم میلیاردر شدن. جوان که بودم خب بچه داشتم، همسر داشتم، اون موقع مهمترین چیزی که میخواستم این بود که یک رفاهی رو واسه خانواده‌ام فراهم بکنم و طوری باشه که بچه‌هام بهترین تحصیلات رو داشته باشن. چیزی که میخواستم این بود که یک فضایی رو به وجود بیارم که بچه‌هام بتونن تو اون فضا خوب بزرگ شن. همین. به خاطر همین تو سن تو که بودم تمرکزم روی این بود که فقط پول درآورم. جالبه که وقتی میلیاردرم شدم متوجه شدم خیلی چیزها عوض نشد. هنوز میرفتم سر کار، صبحونه میخوردم، یه خونه خوب داشتم، یه چند تا ماشین داشتم. زندگی خوبی داشتم، ولی متوجه شدم که این برام راضی کننده نیست، عمیقا خوشحالم نمیکنه. متوجه شدم پول هدف نهایی نیست. اون زمان یه بیزینس کوچکتر داشتم، چند تا کارمند داشتم که خانواده اونها هم مثل خانواده خودم بودن و باید بهشون میرسیدم. بعد تا چشم به هم زدم دیدم یک شرکت بزرگ شدیم، تعداد زیادی از افراد بودن که برای ما کار میکردن و به این فکر کردم که واسه این که بیزینسم رو رشد بدم نیازه که یک شرکت دیگرم بخرم. باز تا بفهمی چی شد چی نشد، به جای یک کمپانی دو تا کمپانی داشتم. بعد من ازش پرسیدم چطوری این همه کمپانی مختلف رو مدیریت میکنی؟ این چه شکلی ممکنه؟ جوابش این بود که مثل داشتن بچه میمونه، هر چند سال یک بار ممکنه یک بچه بذارن تو بغلت. مثل اینکه یک کمپانی رو تازه تأسیس میکنی، بعد سعی میکنی که بزرگش کنی، قویش کنی، دوباره میری سراغ یک کمپانی دیگه و باز هم همین کارا رو براش انجام میدی. گفت الان بعد از ده ها سال ادامه دادن این روند ده ها هزار کارمند داره که براش دارن کار میکنه. ازش پرسیدم خب توصیت برای من چیه؟ گفت اگه هدف تو اینه که مثلا 10 میلیارد تومان در بیاری، به احتمال زیاد هیچ وقت رنگ این مبلغم نمیبینی، چون با تمرکز کردن روی پول واقعا نمیتونی بهش برسی. ولی اگه کاری که داری انجام میدی رو دوست داری، مشتریات رو دوست داری، تیمت رو دوست داری و مایلی که یک تحولی رو ایجاد بکنی و میخوای که اعتبار به دست بیاری، یک جورایی منصف هم باشی توی معاملاتت، جوری که آدم ها دوستت داشته باشن، بهت برگردن و دوباره باید بیزینس بکنن، احتمال موفقیت زیاد. تو بیزینس هم اگر تو بخوای آدم ها رو دنبال کنی و باهاشون معامله رو فقط انجام بدی نتیجه خوبی نمیگیری، ولی اینکه طوری باشی که آدم ها دنبالت باشن و بخوان که باید بیزینس بکنن، خب خیلی نتیجه فرق داره. اگر دوست دارین که بخشای از این مصاحبه رو ببینین، من یک پادکستی رو دارم آماده میکنم به اسم دهقان شو. اونجا هر هفته یک مصاحبه رو از افراد موفق و ثروتمند پخش میکنیم و به این شکل میتونید با دیدگاه‌های اونها آشنا بشید و از تجربه‌هاشون استفاده کنید. پس فراموش نکنید توی پادکستمون عضو شین، لینکش رو این زیر میگذارم. 100% رایگان این عضویت. هر روز یک ویدیو و هر هفته یک مصاحبه براتون آپلود میکنیم. در این صورت دیگه بهونه‌ای برای تنبلی ندارید. همین الان برید لینک رو کلیک بکنید، ثبت نامتون انجام بدید، ویدیوها رو ببینید و فراموش نکنید که برام یک ریویوی مثبت هم این زیر بنویسید.